دادگاه بین المللی جزایی به مدعی العموم خود اجازه داد درباره ارتکاب جنایت‌های تحت صلاحیت این نهاد در افغانستان به تحقیقات خود ادامه دهد. اقدام‌های این دادگاه می‌تواند منجر به انصراف مقام‌های طالبان از سفرهای بین المللی شود، زیرا خطر توقیف آنان در کشورهای عضو دادگاه بین المللی جزایی می‌رود. این تحقیق به جنایت‌هایی که از ماه می 2003 تا کنون توسط طالبان و داعش انجام شده مربوط می‌شود. یک قرآن مربوط به دوران حکومت سلجوقیان در حراج سوزبیز لندن که تحت عنوان حراج هنر جهان اسلام و هند برگزار شد به مبلغ 138600 پوند به فروش رسید. این قرآن 284 صفحه‌ای بود و در هر صفحه 15 خط آیه قرآن با جوهر مشکی نوشته شده و اطراف آن با آب طلا مزین گردیده است. در حراج علاوه بر قرآن‌های قدیمی، کتاب‌های تاریخی و فرش‌های دست‌باف قدیمی به فروش رسید. منزل یک نرم‌افزار جدید اسلامی است که در قالب یک استارتاپ سرمایه‌گذاری حلال را طبق قوانین اسلامی در کانادا میسر می‌کند. منزل یک فناوری مالی اسلامی به حساب می آید که به عموم مردم این فرصت را می دهد تا از طریق قرارداد خصوصی در شرکت سرمایه‌گذاری کننده و بدون بهره صاحب خانه شوند. این اپلیکیشن علاوه بر مشتریان مسلمان به دنبال جذب مشتریان غیر مسلمان علاقمند به سرمایه‌گذاری بر اساس مسائل اخلاقی اجتماعی است.